آنتونی مارانه نویسنده سرشناس آمریکایی از چهره‌های مطرح ادبیات معاصر. برخی آثار او از جمله تزار عشق و تکنو به فارسی نیز ترجمه شده، اما حالا برگردان فارسی رمان منظومه‌ای از پدیده‌های حیاتی به ترجمه فرزانه قوجلو و محمد رضا جعفری در ایران منتشر شده که وعده هر شنبه با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی این کتاب رو ورق می‌زنیم. آقای سرکوهی، قبل از اینکه این کتاب رو نگاهی داشته باشیم بهش، از کارنامه آنتونی مارا بشنویم. خب همونطور که شما گفتین، آنتونی مارا از نویسندگان بسیار مطرح ادبیات معاصر دنیا هستش و او در سال 1984 در واشنگتن متولد شده و در دانشگاه‌های مختلف آمریکایی هم به صدا نویسندگی خلاق درس خونده و هم در زمینه هنرهای به صدا زیبا و بعد یک بورسیه‌ای گرفته در کشورهای اروپای شرقی و سفر کرده، در اونجا زندگی کرده و او به خصوص در پراگ و سن پترزبورگ مدت‌ها اقامت داشته و با زندگی اونها، با زندگی مردم اروپای شرقی و شوروی در اون زمان عجین شده و بعد در همون دوره بود که در دوره که اقامت داشت در سن پترزبورگ علاقمند بسیار جنگ چچن بود. میدونیم که ناسیونالیست‌ها و همچنین بخشی از مسلمانان افراطی اونجا مثلا می جنگیدن علیه سربازان روسی و غیره و اونجا یک جنگ داخلی بود و او که مثلا به این مسئله علاقمند شد و سعی کرد که این مسئله رو بشناسه. بعد به آمریکا برگشت، اون الان در کالیفرنیا زندگی میکنه و رمان های اون جایزه های بسیاری برده، از جمله همون تزار عشق و تکنو که اشاره کردین و همچنین همین منظومه از پدیده های حیاتی که مثلا به حساب جایزه نیویورک تایمز، بست سلر نیویورک تایمز رو دریافت کرده. او از نویسندگانی هستش که میتونیم بگیم برخی آثارش بر اساس وقوف نوشته، چون خیلی از نویسندگان آثار خودشون رو بر اساس تجربه زیسته خودشون مینویسند، یعنی در یک ماجرا زندگی کردن، در یک قرن، در یک دوران. اما جالب این است که این یک نویسنده آمریکایی هستش و مثلا همین رمان منظومه از پدیده های حیاتی رو درباره جنگ چچن نوشته و اما او اینقدر مطالعه کرده در این زمینه، گزارش های دکترها رو بررسی کرده، گزارش های افرادی در جنگ بودن رو، که در واقع اون تجربه رو درونی کرده و در حد وقوف و درونی کردن اون تجربه به اصطلاح تونسته که با موضوع داستان یکی بشه. آقای سرکوهی، اشاره کردین که رمان منظومه از پدیده های حیاتی به جنگ چچن پرداخته، داستان چیست؟ خب در واقع ما در سال 2004 هستیم که جنگ درگیر هستش در یک دهکده دور افتاده در چچن که سربازان روسی میان و یک مردی رو میبرند و اینجا ما یک دختری هستش به نام حوا که دختر این مرد هست که سربازان روسی با خودشون بردن. بعد یک کسی به نام احمد این حوا رو میبره در یک بیمارستانی که اون بیمارستان هم بمباران شده، در اونجا یک پزشک هست سونیا که مراقبت میکنه از زخمی های جنگ، از فراری ها، و بعد داستان در 5 روز در اون بیمارستان میگذره. شخصیت های داستان سونیا، ناتاشا، احمد، حوا، حسن و رمضان در واقع گذشته خودشون رو مرور میکنن در این 5 روز در این بیمارستان نیمه مخروبه و از طریق رابطه‌شون رو با هم دیگه درک میکنن، معنای تصادفات رو درک میکنن. داستان بر بستر مرور گذشته گسترش پیدا میکنه، گاهی زبان طنز بسیار خوبی داره و در واقع تمایه اصلی داستان این است. جنگ خودش مخرب هست، اما جنگ بر زندگی آدم ها تأثیر میذاره، زندگی آدم ها رو تکه تکه میکنه و این آدم هایی که در جنگ درگیر بودن پس از جنگ نیز از عواقب او رنج میبرند و وجودشون تکه تکه میشه و بعد ما این تکه تکه شدن و جمع شدن رو در گسترش و بسط این رمان به خوبی میبینیم. باید کتاب خواندنی باشه. آقای سرکوهی، فرج سرکوهی همراه ما بود، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. منم از شما متشکرم.